یکیش هست خالصکی، بله. یکیش هست آویشنه، یکیش هم تایی کوهیه. بله. اینا برای چی خوب هستن و چجوری باید من اینا رو استفاده بکنم؟ بله بله، یکی چای کوهی و خارخاسک و یکی دیگه گفتین چی بود؟ چای کوهی، خارخاسک و آویشن. بسیار خوب، چشم. بعد یه سوالی دیگه هم دارم، میخواستم این شیرین بیان من باید به چی شکل استفاده کنم؟ به خاطر اینکه خیلی مزهش بده، با چی باید استفاده بکنیم؟ اوکی. بعد اگر من اینا رو مثلا به فرض بگو ستایی با هم استفاده کنم، آیا مثلا عوارضی داره یا نداره، یا باید جدا جدا مثلا اینا رو استفاده بکنم؟ خیلی خوب، چشم، خیلی ممنون میشم. قربون شما. بله خب، خارخاسک به طور کلی برای کلیه خیلی خوب هست و برای سنگ کلیه. دوم چای کوهی برای ریلکسیشنه و به چای کوهی چای چوپان هم میگن و این در قدیم چوپان ها وقتی میبردن و گله رو میبردن این چای رو به اصطلاح میخوردن و میشستن و ریلکس میکردن و نمیزدن به اصطلاح. و آویشن هم برای معده بسیار عالیه و همینطور برای سینوس ها، درد معده مثلا، یا اینکه وقتی که سینوس چرک داره حتی ناراحتی داره، آویشن استفاده میتونیم بکنیم. شیرین بیان هم به طور کلی برای زخم معده بسیار عالیه و البته دقت بکنید که شیرین بیان فشار خون رو بالا میبره، بنابراین اونهایی که فشار خون دارن نباید، فشار خون بالا دارن نباید شیرین بیان استفاده کنن. معمولا خب دو سه تا از اینا رو میتونیم با هم قاطی کنیم، بستگی داره شما چی بخواید. مثلا فرض میکنید اگر ناراحتی معده دارین، دل درد دارین، میتونیم مثلا چای کوهی با آویشن رو دو تاشو قاطی کنیم بخورید، حتی شیرین بیان هم مثلا باش بریزید. شیرین بیان هم که گفتین اونطوری تلخ خداسی نیست، اصلا یه ذره هم شیرینه، اینه که خب مقدار کمتری بریزین توی مثل چای دمش کنین و بخورین. تمام اینا رو میتونین به عنوان چای دم بکنین، خارخاسک، چای کوهی، آویشن، اینا همش رو میتونین دم بکنین، یعنی مثل چای آب جوش بریزین روش، بذارین دم بکشه نه که بجوشه. شیرین بیان هم به همین صورت میتونین دم بکنین و شیرین بیان اگه بجوشه هم اشکالی نداره، ولی بقیه اون سه تا نباید بجوشه. بفهمید، خواهش میکنم. با درود و خسته نباشید. درود بر شما، بفرمایید. متشکرم. من سوال داشتم از خدمتون. اول در مورد همین آب میوه معجزه‌گر، یعنی سیب و هویج و چغندر، بله، به چه مدت میشه اینو خورد و آیا میشه اینو برای مثلا همیشه خورد، هر روز خورد؟ این چیزی بدی نیست. برحال از اینو شنیدم که رنگدانه های هویج یا چغندر یادش جالب نیست و این کامبینیشن آیا خوبی که آدم همیشه ادامه بده؟ چون واقعا هم که اسمش اثرات معجزه‌گری من میدیدم در خانواده، هر کی استفاده کرده واقعا بسیار خوب و موثر بوده. بله. دوم در مورد ویتگراس، گندم سبز، اینو من مرتب سبز میکنم و میخورم، آیا به جای مولتی ویتامین میشه از همین استفاده کرد؟ چون شما میگفتین که بیش از 92 تا خاصیت داره. و سوم در مورد خوردن کلسیم به خاطر پوکی استخوان، آیا درسته که همیشه اینو بخوریم یا کلن میشه مثلا یه ماه خورد یه مدت نخورد؟ اینو میخواستم یه سری اطلاعات بگیرم در مورد به اصطلاح خوردن همه ساپلیمنت ها. بله. و یه بارم خانمی زنگ زد در مورد مولتی ویتامین، گفتن خوبه یا بده و سه وقتی برنامه شما تموم شد. من کلن در مورد مولتی ویتامین هم میخواستم یه ذره توضیح بدین که آیا خوبه ما مرتب بگیریم یا همین که گفتم ویتگراس جای اون انجام میده یا نه. متشکرم از تلویزیون. خواهش میکنم، مرسی، بسیار خوب. بله خب، اول آب سیب و هویج و چغندر، این درست مثل این سوال میمونه که شما سوال بکنید آیا من میتونم هر روز سیب بخورم، آیا من میتونم هر روز مثلا چغندر بخورم. 100% میتونیم بخوریم، منتها البته همیشه سعی بکنید که همه چی تو برنامه غذاییتون بذارید، نه اینکه فرض میکنیم که شما به عنوان صبحانه هر روز هفته مثلا آب سیب و هویج و چغندر بخورید، نه، یکی دو روز عوضش کنید، چیزای دیگه بخورید، میوه های دیگه هست، سبزیجات دیگه هست. اینی که انسان باید همه چی استفاده بکنه، نه که همیشه هر روز یه چیز بخوره، ولی یا اگه هر روزم بخورید این را واقعا هیچ اشکالی نداره و خیلی هم خوبه.
در مورد البته رنگ دونه های اینها زیاد درست نیست که این رنگ دونه ها نمیدونم کبد اذیت میکنه، کلیه را اذیت میکنه، تماما به طور کلی مواد طبیعی هستند، از میوه ها هستند، همونطوری که اندازه به هر اندازه شما، یعنی به زیاد اگه نخورین مسلما نمیتونه اذیتتون بکنه، هر چیز زیادش به اصطلاح بده و کمش هم اثری نداره، اینه که باید به اندازه خورده بشه. در مورد ویت کراست درست فرمودین، بله بسیار چیز خوبی هست، اتفاقا من گفتم 99 تا خاصیت داره، 99 تا میگن که از تمام 103 عنصر یا 102 عنصری که ما کشف شده در زمین وجود داره، این ویت کراست 99 تا عنصر توشه، یعنی 99 تا از این 103 تا یا 102 تا رو داره، بنابراین بسیار چیز خوبی هست و واقعا وقتی که شما این ویت کراست رو یا اینکه به صورت جوسش رو بگیریم بخورین یا خودش رو بگیریم بخورین، واقعا بعد از یه هفته اگر که هر روز اینو بخورین میبینین که چه اثر خوبی داره در تمام اعضای بدن شما، اینو خودتون امتحان کنین ببینین چقدر جالبه. و ولی نه، نمیتونیم بگیم که شما اگر ویت کراست بخورین از ویتامین دیگه نباید ویتامین استفاده کنین. چرا؟ به دلیلی که درست ویت کراست تمام اینها رو توش داره، ولی دقت بکنید که به مقدار بسیار کمی داره، به مقدار زیاد نیست، بلکه واقعا بدن ما احتیاج به مواد معدنی، ویتامین و این چیزا همش داره و بنابراین باید به اون مقداری که بدن ما احتیاج داره بهش بدیم و متاسفانه نمیتونیم با سبزیجات و میوه ها اون مقدار ویتامین و مواد معدنی رو برای بدنمون تامین بکنیم، بنابراین احتیاج به اضافه ویتامین داریم. ولی خوردن ویت کراست واقعا عالیه و جالب، هر کی بتونه بخوره خیلی واقعا خوبه براش. البته کلسیوم که برای پوکی استخوان فرمودین، همونطوری گفتم اگر بدن ما احتیاج به کلسیوم داره، مگنزیوم داره، ویتامین داره یا هر چی، بعد اون مقدار ما بهش بدیم. و دیدین که الان خیلی خیلی ها در این مناطق صنعتی، در کشورهای صنعتی، در کشورهای به اصطلاح متمدن استخوان، پوکی استخوان میگیرن و این پوکی استخوان هم همونطوری که بارها براتون گفتم دلیلش به اصطلاح کمبود کلسیوم و ویتامین دی و خب چیزهای دیگه در بدن هست و متاسفانه با طرز تغذیه‌ای که مردم آمریکا و مردم اروپا دارند و خوردن نوشابه‌های مختلف که فسفوریک اسید توش داره و به طور کلی مواد اسیدی زیاد که بدن اسیدی میشه، کلسیوم به عنوان بافر در بدن ما کار میکنه، یعنی اگر شما مواد اسیدی زیاد بخورید که بدن شما بخواد اسید بشه، این کلسیوم میاد وارد میشه و میخواد این رو خنثاش بکنه. یکی از بهترین بافرها هست که بدن استفاده میکنه برای خنثا کردن اسید در بدن و خب مجبوره که بیاد با اسید و بنابراین چی میشه؟ از معمولا اگر هم که مقدار کلسیوم کم باشه در بدن یا ما نخوریم کلسیوم، میخواد از استخون میدوزه و این کار رو انجام میده، چون واقعا باید پی اچ بدن ما رو ثابت نگه داره، پی اچ خون باید ثابت بشه و بنابراین میبینین که بدن واقعا به یکی از این به کلسیوم از همه چی میشه گفت بیشتر احتیاج داره و بعد در غذاهاش هم متاسفانه الان کمبود داره و روی این هست که بعد حتما ساپلیمنت بخوره، کلسیوم رو بخوره و تا آخر عمر، نه که تا چه وقت، تا آخر عمر و زمانی که احتیاج داره، بعد بدونه چقدر احتیاج داره. و متاسفانه باز کلسیوم هایی رو که من تا به حال دیدم، یعنی اگر که فرض بکنین در الان در بازار این در این هلت فود استورا در داروخانه ها 200 نوع کلسیوم مختلف باشه، 199 تاش یا 198 تاش میتونم بگم که واقعا فایده ای نداره و نمیشه استفاده کرد ازش، به دلیل اینکه اولا فرمول کاملی ندارن، دوم اینکه نوع کلسیومی که استفاده شده قابل جذب در بدن نیست و همونطوری که قبلا براتون گفتم شما هر کلسیومی رو میخرین و باید البته مگنزیوم داشته باشه، زینک داشته باشه، برون داشته باشه، فسفر داشته باشه، ویتامین دی داشته باشه، اگه نه قابل جذب نیست اصلا. و شما کاری که میخواییم بکنی، یعنی اگه بخواین کلسیوم رو واقعا ببینین چه کلسیومش خوبه یا بده، بیارین و وقتی خریدین بیاین قرص کلسیوم و کپسولش هم اگه هست باز بکنین، توی آب بریزین، توی آب تقریبا نیمه گرم، یعنی آبی که 37 درجه حرارت داره، حرارت بدن شما رو داره، دستتون بکنین توش که نسوزه، واقعا هم 37 درجه حرارت باشه، اینو بندازین اون تو و واقعا بذارین بمونه، ببینین که اصلا این حل میشه یا نه. اگر این کلسیوم در آب حل شد، بنابراین میشه در بدن شما هم خوب حل میشه، اگر نه انداختین اون تو و دیدین یه روز هم مونده و همینطور تکون نخورده، مثل سنگ اونجا هست، خب این کلسیوم به دردی نمیخوره واقعا. اینی که خیلی ساده میتونین امتحان رو بکنین. البته یه امتحان دیگه هم هست که
یه دفعه انشالله براتون بیارم اینجا نشون بدم. میدونین که ملح کلسیم به طور کلی، چون ما ملح کلسیم را استفاده میکنیم، مثل مثلا کلسیم سیترات یا کلسیم گلوکونت یا همچی چیزی، وقتی شما کلسیم رو میریزین توی آب، این آیونیزه میشه، یعنی کلسیم با دو تا بار مثبت به اضافه نمکش با دو تا بار منفی، هر چی حالا هست، و این چون آیونیزه میشه بنابراین برق رو میتونه از خودش منتقل بکنه. بنابراین خیلی ساده است، یه دونه سیم درست کنی، یه دونه چیز بزنی و باتری بزنی سرش، باتری، و این از این راه اگه بره و بتونه این هادی به اصطلاح هادی باشه این محلول، و دو تا سرش رو بیاین بزنین به این باتری، میتونه بعد چراغ رو روشن کنه. یعنی یه دونه شو تو سیم، یه دو تا سیم رو توی این آب بریزین بزنین که به اصطلاح بتونه به هم، یعنی به اصطلاح منتقل بشه، و بنابراین این میتونه به شما بگه که آیا این اصلا آیونیزه شده یا نه، و بنابراین میتونه کلسیم باشه که تو بدن ما، چون باید آیونیزه بشه، اگه آیونیزه به درد نمیخوره. در مورد مالتی ویتامین ها به طور کلی قبلا هم من براتون گفتم، مالتی ویتامین ها هیچ وقت نمیتونن چیز خوبی باشن. به دلیلش هم این هست که اولا باید تمام این مالتی ویتامین ها، تمام ویتامین ها رو بیان بریزن توی یه دونه کپسول، و این مقدار اون ویتامین ها بسیار بسیار کم خواهد بود. یعنی فرض میکنیم اگه ویتامین B رو شما بخواید در نظر بگیریم، معمولا مالتی ویتامین ها 10 میلی گرم ویتامین B توشون دارن، بی های مختلف، و بنابراین ولی این به درد نمیخوره، برای اینکه شما بدنتون احتیاج به 100 میلی گرم ویتامین B در روز داره، و اگر که این کمتر باشه به درد نمیخوره. یا اینکه فرض میکنیم به ویتامین A یا ویتامین های دیگه، و یا اینکه مثلا به آهن، فرض میکنیم که یه مالتی ویتامینی آهن داره توش، برای یه نفر اصلا آهن سمه، نباید آهن بخوره، در حالی که یه نفر دیگه به آهن احتیاج داره. این که مالتی ویتامین نمیتونه برای هر شخصی به اصطلاح یه چیزی درست کردن، حالا هر کی میتونه استفاده بکنه، دلش هم خوشه که مالتی ویتامین استفاده میکنه، ولی مالتی ویتامینی باید شما استفاده کنین که واقعا مقدار لازمه اون ویتامین ها رو توش داشته باشه. اگه داشته باشه هیچ اشکالی نداره، و بازم میشه گفت که خیلی خیلی کم هستن این مقدار مالتی ویتامین هایی که به این صورت باشن. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام خدمت شما آقای دکتر. سلام بر شما جانم، بفرمایید. آقای دکتر برشت یه سوال داشتم در رابطه دو تا سوال، یکی راجع به خودم، یکی راجع به خانمم. از اول که از خودم در رابطه با این پی اس، منم این هفته قبل مثلا چکاپ کردم، پی اس هم یه مقدار زیاده 3.7، و دکتر گفت که از 4 به بعد خطرناک میتونه باشه. بعد خواستم بدونم اگه یه مقدار شما اطلاعات بیشتر بدیم یا جلوگیری از این چیکار باید من بکنم. شما فرمودین کلسترولتون، کلسترولتون 4 بالاست؟ پی اس ای 4 بالا شده. آها خیلی خوب، خیلی بله بله. خب شما علائم دیگه هم کلسترول رو نمیدونم، همه چیز الحمدلله اوکی، فقط این پی اس ای هست این بالا. خیلی خوب، در 47 سال عمرم هم هست. خیلی خوب، پی اس ای با خانم هستش، اونم قرص آهن میخوره، عاملم هست، ولی خواستم بدونم چی نوع دیگه شما چی رکمند میکنی، چه چیزایی که آهن توش اینو زیاد اگه پلوس کنه بگیم سپاسگزار میشه. خب نگاه کنین، شما شب بیدار میشین بریم برای دستشویی یا نه؟ چند دفعه بیدار میشین؟ نه خیلی کم، اگه یه شب مثلا میگه چای یا آب یا نوشابه، نه به طور کل نه. خب بلند نمیشین؟ بله بسیار خوب، چشم. نه یه درد چیزی اونا ندارم اون صورت، ولی خب نمیدونم چی بگم، فقط از اون خون و این آزمایش که کرده طبق اون گفت که پی سی اینا رفته بالا 3.7، از پارسال کمتر بوده، الان گفت خیلی زیادتر شده از پارسال. بسیار خوب، متشکرم، مرسی. نمیشه نگاه کنین، پی اس ای به طور کلی به هیچ وجه ایندیکیشنی که سرطان پروستات رو نشون بده یا بزرگی پروستات رو نشون بده نیست، و متاسفانه این پی اس ای رو سال هاست دکترها میگیرن و واقعا بهش دردی هم نمیخوره، بلکه دیده شده یه نفر پی اس ایش حتی 10 ولی هیچیش نیست، بعدن که سیستوسکوپی کردن و پروستات دیدن اصلا هیچیش نیست، و دیده شده که شخصی حتی با پی اس ای 2 سرطان پروستات داره. بنابراین پی اس ای واقعا این مسخره هست و خودشون هم میدونن، منتها خب من نمیدونم چرا معمولا دستور میدن پی اس ای رو بگیرن. جدیدن تست های دیگری اومده، اسم درستش یادم نیست الان، ولی جدیدن تست دیگری اومده که این تست خیلی خیلی بهتر نشون میده که واقعا وضع پروستات رو بهتر نشون میده. شما من فکر میکنم که نباید کانسرن چیزی باشین الان، و فقط برای یکی دو ماه
مواد چربی، سرخ کردنی، شکر زیاد، نمک زیاد، فست فود، نمیدونم نوشابه ها، قهوه، چای، اینا رو از برنامه غذاییتون حذف کنین و یک رژیم سالم و خوب داشته باشین. گوشت هم زیاد